سلام بچه های عزیزم، خیلی خوش اومدید به برنامه نونواز. خیلی خوشحالم که امروز هم میتونیم با هم باشیم و با هم دیگه یاد بگیریم که چطور میتونیم گیتار بزنیم و با گیتار زدن و صدامون خدا رو بپرستیم. بچه های عزیز، میدونید که تک تکتون خداوند نقشه های عالی برای شما داره و میدونید که استعدادهای خاصی رو دارید و چقدر مهمه که ما بتونیم روی این استعدادها کار کنیم، مثل گیتار زدن با هم دیگه تمرین کنیم و اینو برای جلال نام خداوند استفاده کنیم. بچه ها، یادتونه که در جلسه های قبل چی یاد گرفتیم؟ گفتیم که ما میخوایم آهنگای مختلف را بزنیم و روش تنظیم کردن این آهنگ را با همدیگه تمرین کنیم. خیلی چیزها رو تا الان یاد گرفتیم، مثل آکوردهای مختلف، ریتمهای مختلف برای دست راستمون که بتونیم گیتار رو بزنیم، همچنین تمرینهای مختلف برای دست چپمون و میخوایم تمام روشها و هرچی که الان یاد گرفتیم اینو عملی توی آهنگ بیاریم و ببینیم که کدوم روشها رو میتونیم با یاد گرفتن یک آهنگ انجام بدیم. آماده هستید که شروع کنیم؟ پس بریم و شروع کنیم. عزیز، میدونید امروز چه کار میخوایم بکنیم؟ امروز هم یک سرود مخصوص برای شما انتخاب کردم که میخوایم با این سرود روش‌های تنظیم رو یاد بگیریم و این سرود رو با همدیگه تمرین کنیم و بزنیم. یادتون هست که چه سرودهایی در دفعه‌های قبل با هم تمرین کردیم؟ اولین سرود رو که با هم تمرین کردیم شادی کنان بود که یک سرود فارسی و خیلی تند است. دومین سرود عظیمی عجیبی بود که یک سرود پرستشی آرام هست و سرودی که امروز براتون آوردم یک سرود پرستشی راک و تند هستش و فکر کنم خیلی سرود قشنگی هستش که اسمش کیست مثل تو هست. کلام خداوندم میگه که خداوندا کیست مثل تو در زمین و آسمان؟ هیچ کس. پس بذارید با هم شروع کنیم. بچه ها، یادتون هست که قبل از اینکه شروع کنیم چه کار باید بکنیم وقتی میخواییم یک سرود رو بزنیم؟ باید آکوردهاشو و شعرشو در بیاریم یا از اینترنت دانلود کنیم و اون موقع میتونیم شروع کنیم. این قدم هایی که الان میخواییم با همدیگه انجام بدیم بهتون کمک میکنه که وقتی میخواید سرودهای تازه رو بزنید یک سرود قشنگ رو بزنید و بتونه و طریق زدنتون بتونه متفاوت باشه و تنوع داشته باشه. قدم اول این استش که مشخص کنیم که اون سرودی را که میخوایم بزنیم چه نوع سرودی هستش. آیا تنده، آرامه، خیلی پره، پرقدرته؟ اینا سوالاتی هستن که میتونن به ما کمک کنن که بفهمیم این چه نوعه. کیست مثل تو که میخوایم با هم بزنیم در واقع یک سرود راک پرستشی هستش و خیلی تنده. دومین قدم چی بود بچه ها؟
دومین قدم این بود که تمپوی آهنگ رو پیدا کنیم. توصیه میکنم که از توی اینترنت یا از موبایل یا سیدی آهنگ رو گوش کنیم و تمپوش رو در بیاریم که بتونیم طبق آهنگ تمپوش رو بزنیم. و خیلی مهمه وقتی تمپو رو در میاریم یا اگه حتی یه موقع آهنگ رو پیدا نکردید خودتون امتحان کنید، تمپوهای مختلف رو انتخاب کنید. و برای انتخاب تمپو خیلی مهمه که بتونیم آهنگ رو هنوز بخونیم. بعضی از آهنگا شاید انقدر تند بزنیم که اصلا نتونیم کلماتش رو درست بگیم. به خاطر این خیلی مهمه که آهنگ رو بتونیم خوب بخونیم. مواظب باشیم که یک تمپو رو انتخاب کنیم که کلمات سرود رو بتونیم خوب تلفظ کنیم. قدم سوم چی بود بچه ها؟ قدم سوم این بود که بتونیم آکوردهایی که برای زدن این سرود لازم داریم در بیاریم. بچه ها همینطور که رو صفحه میبینید اون بالای چیزی نوشته کاپو یک. اینم با همدیگه در سریال قبل یاد گرفتیم که کاپو یک یعنی چی؟ کاپو یک یعنی که این دستگاهی که الان دارید میبینید این گیره باره هستش به اسم کاپو. وقتی نوشته کاپو یک، کاپو یعنی این و یک یعنی فرت، یعنی که اینو بعد به فرت یک بزنیم. پس اینو اول با هم دیگه انجام میدیم. حالا که اینو به فرت یک زدیم میریم سراغ آکوردها. بچه‌های عزیز برای زدن این سرود این آکوردها رو لازم داریم. ای ماینر که میشه می مینور، سی میجر که میشه دو ماژور، ای ماینر که میشه لا مینور و بی 7 که میشه سی ماژور 7. در واقع میشه چند تا آکورد؟ 1 2 3 4. با این 4 تا آکورد میتونید این سرود رو بزنید. بهتون توصیه میکنم که عوض کردن این آکوردها تمرین کنید که وقتی میخواید این سرود رو بزنید فقط تمرکز باشید روی خوندن سرود. قدم بعدی چی بود؟ قدم بعدی این استش که قسمت‌های مختلف آهنگ را بشناسیم. همینطور که روی صفحه می‌بینید، این آهنگ با ورس یا بیت بند شروع میشه. بعد از ورس کوروس میاد که میشه بندگردان و بعد از بندگردان یه بریج میاد که میشه پاساژ. این پاساژ یا بریج هنوز تو آهنگایی که قبل داشتیم تمرین نکردیم. این یه چیز تازه است. حالا که بخش‌های مختلف آهنگ را شناختیم، قدم بعدی اینه که بتونیم پیکینگ پترن یا استرامینگ پترن، یعنی ریتم‌های مختلف را انتخاب کنیم برای بخش‌های مختلف. من براتون یه سری ریتم آماده کردم و می‌خوایم الان با ورس شروع کنیم. برای ورس من توصیه می‌کنم که این ریتم را بزنید. البته این ریتم رو در دفعه های قبلم یاد گرفتیم. بچه ها مزراب پیکتون رو وردارید و شروع کنیم. این ریتم خیلی در راک میوزیک زده میشه و خیلی جذاب هستش. برای این ریتم کف دستتون رو روی سیم ها میذارید و شروع میکنید به زدن. به این طریق زده میشه. حالا اگه باش بخونیم اینجوری میشه. قدرت تو بی همتاست، قوتت چه بی نظیر
است تنها تو قادر سزاواری ابتدا و آنیای آخری. بچه ها توصیه میکنم که با این ریتم شروع کنید. یک بار دیگه با همدیگه انجام بدیم. کف دستمون رو روی سیم ها میذاریم و با مضراب سیم ها رو میزنیم. آفرین بچه ها، و اگه این کار رو بخوایم تند انجام بدیم به این شکل میشه. خب پس بریم حالا به بخش بعدی. بخش بعدی چی بود؟ بندگردان یعنی کورس. برای بخش بعدی برای بندگردان یا کورس بهتون توصیه میکنم که یک ریتم رو انتخاب کنید که سیمها آزاد باشن، چون که این مثل یک پله بالاتر میشه. من یک ریتم براتون آماده کردم و میخوام اینو بهتون نشون بدم. خب بچه ها این ریتمه، حالا میخوام باش بخونم که بتونیم اینو بهتر تصور کنیم. خداوندم شاه شاهان کیست مثل تو، خداوندم شاه شاهان. خب بچه ها حالا میخوام این ریتمو آهسته با هم دیگه تمرین کنیم که میشه در واقع درب 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 درب. یک بار دیگه میخوام این ریتم رو حتی آهسته تر براتون بزنم. اگه اینو تند بزنیم به تمپوی خود آهنگ اینجوری میشه. آفرین بچه ها، بریم به قسمت بعدی. قسمت بعدی چی بود؟ قسمت بعدی بریج بود که میشه پاساژ. قسمت توصیه میکنم بهتون که همون strumming pattern یعنی همون ریتمی که برای بخش اول زدین اینو اینجا هم استفاده کنید که در واقع اینجوری در میاد. شاد باشید بخوانید با تمام قلب و دل و جان، شاد باشید بخوانید با تمام قلب و دل و جان.
آفرین بچه ها، اینو یک بار دیگه با هم دیگه تمرین کنیم. خب بچه ها، حالا که اینا رو با همدیگه تنظیم کردیم، بهتون توصیه میکنم که اینو تو خونهاتون تمرین کنید و یواش یواش شروع کنید. همینطور که در سری قبلم گفتم، خیلی مهمه که ما هر روز تمرین کنیم، خیلی آهسته شروع کنیم، ریتم ها رو تند نزنیم، ولی هر روز وقتی تمرین کنیم یک هدف رو داشته باشیم و روی اون هدف متمرکز باشیم. به مثال هدف امروزمون این باشه که بتونیم ریتم رو خوب بزنیم. وقتی اینو یاد گرفتیم، بریم سراغ دست چپمون و عوض کردن آکوردها رو یاد بگیریم و تمرین کنیم. خب بچه های عزیز، امیدوارم که از برنامه های ما لذت برده باشید و باعث برکتتون باشه. بهتون توصیه میکنم که برید و حتما برنامه ها رو از اول تا آخر نگاه کنید با گیتاراتون و تمرین کنید. خیلی مهمه و خیلی عالی میشه. میدونستید که با گیتار زدن، با پرستش کردن و با خوندن سرود ما قلب خدا رو خوشنود میکنیم و خدا شاد میشه و همچنین باعث برکته برای دیگران که اینو میشنون. پس برید تمرین کنید که شما هم هر جایی که هستید، در خونه، در کلیسا، در مدرسه، بیرون، شما هم بتونید با ما پرستش کنید. بچه‌های عزیز، کلام خداوند پر از حقیقت و حیات هست. میخوام از مزمور 68 براتون بخونم. برای خدا سرود بخوانید و در ستایش نام او بسرایید. او را که بر ابرها سوار است فریاد ستایش برافرازید. نام او یهوه است، در حضورش شادی کنید. بچه‌های عزیز، همین کار رو ما میخوایم الان انجام بدیم. آمین؟ پس آماده هستید که بریم و با همدیگه سرود را بخوانیم. چه بی نظیر است، تنها تو قادر سزاواری، ابتدا و آنیای آخری. مسیحا رب و لرباب، تنها راه حیات، نور منی، عشقم تویی، فخرم تویی، نجاتم تویی. Oh.
باشید بخوانید با تمام قلب و دل و جان، شاد باشید بخوانید با تمام قلب و دل و جان، شاد باشید بخوانید با تمام قلب و دل و جان، شاد باشید بخوانید با تمام قلب و دل و جان. خدا منم شاه شاهان کیست مثل تو، خدا منم شاه شاهان کیست مثل تو، میپرستم نام تو را قوتت چه بی نظیر است، تنها تو